اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن، انسانن، اونا مثل ما، ولی اینا رو کسی ندیده دستشویی برن. برای چی؟ برای که اینا طبیعتاً این گونه بودن، طوری غذا می‌خوردن که اصلاً فضولات نداشت. و ما اگر می‌خوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم، اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی نمیگم، اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود. آقا کم بخوریم، آقا چی؟ بگی کم بخوریم. غیر از یک وعده ثابت درست، هرچی میخورید بدون شما حمال و مزدور بیمزدید. و این که روح باز نمیشه، ما به عرفان نمیرسیم، روح شکوفا نمیشه، اینه پیغمبر میگه کسی که در شبانه روز سه وعده غذا میخوره یه افساری به سرش بزنید ببرید تو طویله کنار حیوانا، اربتوه مع الدواب. ببایید اولین ببین مالک اشتر اومد وارد مسجد بشه، دید یه کوری نشسته تو راه، خیلی بد جا نشسته بود. مالک بهش فرمود که پاشو برو اون گوشه بشین، تو مسیر نشین، بد جاست. مردم میخواستن به بندو بیان با مشکل مواجه بودن، به مثلا دیگه نشسته بود. گدایی میگه سرش بلند کرد و گفت شما با یه حالت قلدری، گفت من بنده خدا، کاری نداشتش من کیم، من بهت میگم پاشو اونجا بشین، اینجا سر راست، اینجا مزاحم مردم. گفت شما؟ گفت آجون من بنده خدا. گفت بزرگتر از تو هم گفت و من نشنیدم. مالک گفت بزرگتر از من چی گفت؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت علی ابن ابی طالب به تو فرمود پشت برو گوشه بشین نشستی؟ گفت نه. شمشیر کشید گردنشو زد. گفت وقتی علی میگه برو گوشه بشین بگو چشم، یاقیگیری در نیاد. خیلی هم نمیتونه این حدیث رو هضم بکنن که آخه آقا یعنی حالا یکی نشینه اون گوشه باید سرشو بزنی؟ آره باید سرشو بزنی. قصه کوره رو نگاه نکن، از این ور نگاه کن. وقتی امیرالمؤمنین یه حرفی رو میزنه باید بگی چشم، وقتی امیرالمؤمنین یه حرفی رو میزنه باید بگی چشم. پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه. شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس فرمودن شلوارش رو انسان میخواد بپوشه بنشینه بپوشه، ایستاده شلوار نپوشید. در روایت داره اگر کسی ایستاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به درد او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه. خب حالا به ذهن کسی ممکنه بیاد خب چطور میشه ما بنشینیم حالا شلوارمون رو بپوشیم یا ایستاده بپوشیم؟ در روایت داره اگر کسی شلوارشو ایستاده بپوشه خدا به درد اونو گرفتار میکنه که درمان نداشته. خدا به درد اونو گرفتار میکنه که درمان نداشته. اهل بهشت و بهشت میگن اه خورشید آفتاب، بهشت آفتاب شد. خدایا ما در دنیا شنیده بودیم تو بهشت آفتاب نیست، پس این آفتاب چیه؟ این نور چیه؟ به در دیوار بهشت خطاب میرسه که نه این نور آفتاب نیست. امیرالمومنین با حضرت زهرا علیه السلام زن شوهرن پای تفریح میکنن، نمیدونم امیرالمومنین چی فرمودن که حضرت زهرا تبسم کردن، نور دندانهای امیرالمومنین و حضرت زهرا علیه السلام ظاهر شد، از نور دندانهای این بزرگوار بهش روشن شد. صلوات نفرستید.